در خط خبر. اعطای رتبه مارشالی به پاس خدمات سیاسی، عبدالرشید دوستم سومین مارشال افغانستان شد. به زودی ما شاهد تفویض از این رتبه تا یک مراسم ویژه بر شانه های مارشال عبدالرشید دوستم خواهیم بود. آیا گره کور کابینه جدید گشوده شده است؟ هشدار خلیلزاد از تأخیر و تخریب روند سال. سناتوران امریکایی بر خروج سربازان این کشور شرط وضع کردند. انتقادها از کیفیت و هزینه بلند آزمایش کرونا در بیمارستان‌های خصوصی. وقتی که دیگه شبخانه دیدن ماینات زیاد دید، همشان دکترها سر از جای تمسخر کردن که هیچ قسم دکتر است که خویش بعضی رب نداره، کرونا نیست و ایست. 302 مورد جدید کرونا در 24 ساعت پسین به ثبت رسیده است. سبزی فروشی، آخرین گزینه یک ماستر ادبیات فارسی پس از 2 سال تلاش بی نتیجه برای یافتن کار. فقط این واسطه و شناخت و پول و آگاهی و ارتباطات هست که حرف اول میزنم، بعد از او احتمالا زنم. و تلفات صدها کارگر معدن در میانمار در پی رانش زمین. با مجمع خبری ساعت 5:30 از یک با من بهرام امان خوش آمدید. به نام خداوند یکتا، سلام بر شما. عبدالرشید دوستم به گونه رسمی سومین مارشال افغانستان شد. در حال که رتبه مارشالی یک رتبه نظامی است، اما در فرمان رئیس جمهوری آمده است که این رتبه به پاس خدمات آقای دوستم در حل بنبست‌های سیاسی و تأمین ثبات در کشور اعطا شده است. ظاهراً با امضای این فرمان، گره تأخیر معرفی نامزد وزیران هم باز شده است. منابع نزدیک به عبدالله میگن که نامزد وزیران پیشنهادی آقای عبدالله به زودی به ارگ فرستاده می شود. ریاست جمهوری اما در این مورد چیز نمیگوید. جواد تیموری جزئیات می دهد. عبدالرشید دوستم سومین مارشال افغانستان. رئیس جمهوری سرانجام به یکی از ماده های اصلی توافقش با سپیدار جامعه عمل پوشان و فرمان اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم را امضا کرد. گرچند اعطای این رتبه به عبدالرشید دوستم شامل توافقنامه سیاسی میان ارگ و سپیدار بود، اما تأخیر در همگانی شدن این فرمان گمانه‌زنی های در مورد اختلاف ارگ و سپیدار در مورد نوعیت این رتبه را برانگیخته بود. گرچند رتبه مارشالی بلندترین رتبه نظامی به شمار می رود، اما در فرمان رئیس جمهور غنی تأکید شده که این رتبه به پاس خدمات دوستم در حل بنبست سیاسی کشور اعطا می شود. امشب ما شاهد اعلان از این فرمان از طریق تلویزیون ملی خواهیم بود و همچنان به زودی ما شاهد تفویض از این رتبه تا یک مراسم ویژه بر شانه های مارشال عبدالرشید دوستم خواهیم بود. قانون امور ذاتی افسران در ارتباط به رتبه مارشالی کدام صراحت نداره و با در نظر داشت ماده 64 قانون اساسی افغانستان، رتبه مارشالی از طرف رئیس جمهور به اشخاص و افراد اعطا میشه و از دید قانونی قانون اساسی افغانستان این صلاحیت را برای رئیس جمهور داده. به گفته حزب جنبش ملی، در کنار اعطای رتبه مارشالی، عضویت شوراهای عالی دولت و امنیت ملی و همچنین امتیازها و پروتکل امنیتی معاونیت اول ریاست جمهوری نیز به آقای دوستم در نظر گرفته شده است. چیزی که مهم است موقف، تعریف موقف جنرال مارشال عبدالرشید دوستم در تعامل آینده است که آیا برای او یک جایگاه اجرایی خوب، یک موقف اثرگذار در تعامل قدرت خواهند داد یا خیر. ظاهراً با امضای این فرمان گره تأخیر در معرفی نامزد وزیران سپیدار باز شده است. منابع نزدیک به عبدالله می گویند که فهرست مورد نظر سپیدار به زودی به ارگ فرستاده می شود.
آنچه که مشکلات تا هنوز وجود داشت در کابینه افغانستان هم با اعلام یا ابلاغ این فرمان این بنبست هم برداشته شد. مارشالی بلندترین رتبه نظامی در ارتش افغانستان است و پیش از این فقط برای دو نفر داده شده بود. اولین مارشال افغانستان شاه ولی خان کاکای محمد ظاهر آخرین شاه افغانستان بود. سپس در زمان حکومت حامد کرزی لقب مارشالی به محمد قاسم فهیم یکی از فرماندهان مقتدر جبهه مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود داده شد. تأخیر در آغاز گفتگوهای میان افغانان زمینه را برای مخربان صلح بیشتر می کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان می گوید که در گفتگوی تصویری با رئیس جمهور غنی و عبدالله بر حل فوری موردهای تاکید کرده که از نظر او مانع آغاز گفتگوهای میان افغانان شده است. از سوی هم کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای آمریکا پیش از اینکه دونالد ترامپ تمام سربازان این کشور را از افغانستان بیرون کند شرطهای بیشتر برای خروج این نیروها وضع کرده است. در همین حال برخی مقامهای آمریکایی میگویند که دونالد ترامپ به حفظ 4000 سرباز این کشور در افغانستان تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به صورت آزمایشی توافق کرده است. توافق کاخ سفید برای حفظ 4000 سرباز آمریکایی در افغانستان. پس از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج 4000 سرباز دیگر آمریکایی از افغانستان، مجلس سنای این کشور در پی مشروط کردن خروج بیشتر نیروهای این کشور از افغانستان است. بر اساس اصلاحیه کمیته دفاعی مجلس سنای آمریکا، خروج نیروهای این کشور از افغانستان نباید به عملیات ضد حراس افکنی آسیب بزند. برخی مقام های آمریکایی هم بر رسانه ها گفتند که کاخ سفید توافق کرده که 4000 سرباز در افغانستان تا پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور باقی بمانند. دی تیر و ترخو تجربه په نظر کې امریکا به ډیره غټه اشتباه وکړي او تیر یې لاسته راوړنې د نونسو کلونه هغه به هم زه فکر کوم له مشکل سره مخامخ سي، ستونزې به رامخته کړي، د سولې پروسې ته به یو ډېر غټ خنډ واقع سي او سیمه ییزو هیوادونه چې اوس شوم اهداف لري په دې هیواد کې هغوی ته به زمینه مساعده سي. بسیاری ها بر این باورند که آقای ترامپ تلاش می کند از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به عنوان یک دستاویز بزرگ برای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور استفاده کند. موضوعی که هم در آمریکا و هم در افغانستان نگرانی ها را به بار آورده است. کاهش و خروج سربازان آمریکایی تا ماه می سال 2021 یکی از تعهدات است که آمریکایی‌ها بر طالبان سپرده. از طرف دیگر خروج شتابالود و ماس بنا شده امریکا از افغانستان میتواند تأثیرات بد امنیتی و سیاسی را بر آینده افغانستان داشته باشد. سازمان ملل متحد نیز از طرف های درگیر جنگ در افغانستان میخواهد که تلاش ها برای صلح را بیشتر کرده و اقدام های بیشتری را برای حفاظت از غیر نظامیان در پیش گیرند. معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از طرف های درگیر جنگ می خواهد که تلاش ها برای حفاظت از غیر نظامیان را دو برابر کنند. ما از تمام طرف ها می خواهیم که دست از خشونت بردارند و یک فضای سالم را برای گفتگوهای پیشرو که در دوحه برگزار می شود و میان آورند. زلمه خلیلزاد امروز در رشته تویت های تازه در مورد دیدارهای اولین هفتهش با رئیس جمهور غنی و عبدالله گفته که برای آغاز گفتگوهای میان افغانان موردهای باقی مانده که مانع آغاز گفتگوهای میان افغانان شده باید فورا حل شود. سفارت آمریکا در پاکستان نیز به نقل از زلمه خلیلزاد گفته که دولت و طالبان به گفتگوهای میان افغانان نزدیک شده است. آقای خلیلزاد گفته که قرار است این گفتگوها در آینده نزدیک آغاز شود. باشندگان پایتخت نسبت به هزینه گزاف آزمایش کرونا و بلند بودن نرخ دارو در بیمارستان‌های خصوصی انتقاد دارند. به گفته شمار از مراجع کنندگان این بیمارستان‌ها، نتیجه آزمایش بیمارانشان در بیمارستان‌های خصوصی مختلف
متفاوت بوده است. شمار از مسئولان بیمارستان‌های خصوصی اما میگویند که کیفیت آزمایششان با آزمایشگاه‌های دولتی تفاوت ندارد و از تجهیزات یکسان استفاده می‌کنند. در همین حال از میان 772 مورد مشکوک به کرونا در 24 ساعت پسین در کشور نتیجه آزمایش 302 مورد مثبت بوده است. با این حال نتیجه آزمایش افراد مشکوک به کرونا در شمار از بیمارستان‌های خصوصی شامل آمار روزانه وزارت صحت نشده است. بیمارستان‌های خصوصی در کشور حدود یک ماه می شود که در کنار مرکزهای صحی دولتی به آزمایش و نگهداری از بیماران کووید 19 می پردازند. شمار از پایتخت نشینان اما نسبت به هزینه گزاف آزمایش و دارو در این بیمارستان‌ها انتقاد دارند. این یکی از بیمارستان‌های خصوصی است که از افراد مشکوک به کرونا آزمایش می گیرد. یکی از مراجعان این بیمارستان اما می گوید در حالی که پزشکان در اینجا بیمار آنان را مبتلا به کووید 19 تشخیص داده بود، اما سپس با مراجعه به بیمارستان های دیگر دریافتند که بیمارشان سکته مغزی کرده است. وقتی که دیگه شبخانه دید، ماینات از یاد دید، همشان دکترها سر از یاد تمسخر کردن که هیچ قسم دکتر است، هیچ بازی ربط نداره، کرونا نیست و هیچ سکته مغزی کرده. باید توجه داشته باشه، بیاین چک بررسی کنن، با دوایشان ببینن، تاریخش ببینن، قیمتش ببینن، کلش باید چک کنن وزارت صحت. با این حال مسئولان بیمارستان های خصوصی میگویند که کیفیت و تجهیزات آزمایششان با آزمایشگاه‌های دولتی تفاوت ندارند و در قسمت درمان هم بیش از 80% بیمارانی که در این بیمارستان‌ها در تجرید به سر می‌برند بهبود یافتند. در نظارت تیم WHO سازمان صحی جهان نمایندگان و سره نظارت و ارزیابی قوانین و بررسی سکتور خصوصی و رئیس تشخیصیه در ټول راغله موږ نظارت ارزیابی وکړه. د موږ مرکز اتنوی نمره واخیستی چې دا ډېرې لوړې نمرې دي. در حالی که پیش از این وزارت صحت عامه اعلام کرده بود که از کارکرد بیمارستان های خصوصی برای آزمایش کرونا نظارت می کند، اما تا کنون نه تنها نتیجه این ارزیابی مشخص نیست، بل آمار مبتلایان تشخیص شده در شماری از بیمارستان های خصوصی هم شامل آمار روزانه وزارت صحت نشده است. نرخ مشخص هم برای آزمایش در بیمارستان های خصوصی تعیین نشده است. بنابر آمار وزارت صحت در جریان یک شبانه روز پسین 302 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده و نزدیک به 1300 تن دیگر بهبود یافتند. در 24 ساعت گذشته از آزمایش 772 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 302 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 32324 رسانیده. همچنین 1290 واقعه بهبود یافته و 12 واقعه فوتی داشتیم. وزارت صحت اعلام کرده بود که پس از این و بیمارستان‌های اجازه تشخیص و پذیرش افراد مشکوک به کرونا را می‌دهد که امکانات و تجهیزات مشخصی داشته باشند. با این حال، با آنکه تاکنون مشخص نشده که کدام بیمارستان خصوصی توانایی و امکانات آزمایش کرونا را دارد، شمار از بیمارستان‌ها در پایتخت و شمار هم در ولایت‌ها به پذیرش افراد مشکوک به کرونا اقدام کرده‌اند. بیکاری یک دانش آموخته مقطع ماستری را واداشت است که به سبزی فروشی رو آورد. این جوان که سند ماستریش را از رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه در ایران به دست آورده می گوید که دو سال است که برای یافتن کار ارگانهای دولتی و خصوصی را دقلباب کرده، اما سرانجام تلاشهایش بی نتیجه مانده است. او که اکنون با کراچی در گوشه از پایتخت سبزی می فروشد، از حکومت می خواهد که اگر توانایی فراهم کردن زمینه کار برای دانش آموختگان را ندارد، برای آموزششان هم هزینه نکند. دست کم 18 سال عمرش را صرف آموزش تحصیل کرده تا رویاهایش را به واقعیت بدل کند. از 12 سال مکتب آغاز تا مقطع لیسانس و ماستری. پایان این سفر 18 ساله اما رسیدن به رویا نه، بل سبزی فروشی در گوشه ای از پایتخت است. میگوید نمیدانست پایان این مسیر چنین می شود. محمد حسین دهزاد لیسانسش را با درجه کادری تمام کرد و ماستریش را در رشته زبان ادبیات از یکی از دانشگاه‌های ایران گرفته است.
اما دو سال است که با تلاش های پیهم نتوانسته کاری بیابد. نه در اداره های دولتی و نه هم ارگان های خصوصی. درست هست که کار ننگ نیست. ولی آیا من وقتی کمی کار میکنم مفید واقع میشم یا که مثلا برم از در یک جای قرار بگیرم که من از این رشته تحصیلی خود از این اندفته های 18 ساله خود استفاده بکنم؟ میگوید دیگر از بی‌نتیجه ماندن تلاش هایش برای یافتن کار مرتب به تحصیلش خسته شده و به این نتیجه رسیده که بدون داشتن واسطه کارش به جایی نخواهد رسید. این مشکل در کل جامعه ما، در تمام اقشار جامعه وجود داره متاسفانه، که از توانمندی ها، از تخصص کمتر استفاده میشه و شایستگی و توانمندی متاسفانه هیچ ارجحیتی نداره. فقط این واسطه و شناخت و پول و آگاهی و ارتباطات هست که حرف اول میزنه، بعد از او احتمالاً زنه. ما متاسفانه قربانی همین مشکلات شدیم. گرچند رهبران حکومت در آغاز دوره کاریشان بر ایجاد میلیون ها شغل وعده دادند، اما بیکاری نه تنها کاهش نیافته بل در سالهای پسین بیشتر هم شده. میر ما ننگ میدانیم، یعنی می جای عیب است که یک ماسترشان بیاید در پشت کراچی گندنه استاد شد و کار برایشان پیدا نشد. سایی که پیش از ما تحصیل کرده مدت دو سال، سه سال یا یک سال پشت کار میگردن با اسنادی که دارن، اسنادهای معتبر، اما کار پیدا نمیشه. باز جوان ها مجبور میشه یا سبزی فروشی کنه یا مزدورکاری مردم کنه، گلکاری کنه. اما رئیس جمهور غنی درست پیش در مناظره ای که در تلویزیون ملی برگزار شده بود در رابطه به این موضوع چنین پاسخ داد: چند تایتان درس اساسی میخوانید در پوانتونایتان؟ چند تایتان چانس دوم میگیرین؟ چند تایتان اجاره چانس سوم و چهارم میخواین؟ طرف نسل خودم ببینید. چند تایتان چیزی را که میخوانین و در افغانستان میخورن؟ سالانه هزاران تن در کشور که مانند این جوان موفق به دست و پا کردن کاری برای خودشان در کشور نمیشوند، مجبور به ترک کشور میشوند. محمد حسین از جمله جوانانی است که با هزاران مشکلات درس خوانده و تانسته تا درجه ماستری پیش بره، اما به دلیل از اینکه نتانسته در دو سال گذشته با بارها مراجعه که به نهادهای مختلف حکومتی کرده کار بگیره، ناگزیر شده تا یک کراچی بگیره و روزانه به 50 تا 100 افغانی در شرایط کنونی هم درآمدی که داره اکتفا کنه. تنها این نیست. یک افسر پلیس در غزنی از 17 سال به این سو هیچ ترفیع نکرده است. این افسر که عبدالناصر آرزویی نام دارد میگوید در بخش‌های مختلف فرماندهی پلیس غزنی همچون فرمانده پلیس ولسوالی، عامر دفتر مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس، مدیر تدارکات و اعاشه کار کرده است، اما هیچ ترفیع نکرده است. او انتقاد دارد که نه تنها در این مدت ترفیع نکرده، بلکه از دو سال به این سو در بی سرنوشتی به سر می‌برد و وظیفه رسمی در اختیارش قرار دادن نشده است. وزارت امور داخله میگوید که ادعاهای این افسر پلیس را بررسی میکند. این مرد 17 سال عمرش را صرف خدمت در بخش‌های مختلف فرماندهی پلیس غزنی کرده است. کاری دشوار، آن هم در ولایتی نسبتاً ناامن. عبدالناصر آرزویی با پاس این خدمات دو دهه‌ایش تنها یک بار ترفیع درجه گرفته است. این اسناد ماست که ما از کورس استادی را خواندیم. این دوره گفته این افسر او دو سال پیش دوره آموزش استاف کالج را فرا گرفته و بر بنیاد اصول باید به رتبه سمونیار ارتقا یافت. اما نه تنها ترفیع نکرده، بل از دو سال به این سو در بی سرنوشتی به سر می برد و بستی برای اجرای وظیفه در اختیارش قرار داده نشده است. 15 سال میشه که ما موفق به بس نشدیم که بس یک کسی بده که ما یک ترفیع ما اجرا شویم. هر کسی که آمده واسطه نبوده که تب تلاش ما به جای داد نرسیده و کسی دیگه هم همین دلسوزی را سر ما نکده. میگوید برای حل مشکلش چندین بار به ارگانهای بلند حکومتی و حتی ریاست جمهوری مراجعه کرده است، اما وزارت داخله او را در جمع افراد غایب برشمرده است و به مشکلش رسیدگی نکرده است. پیشانی وزیش در داخله فیلیان در آبیس دو دفعه مراجعه کردیم، خانش آباد امو امر داد، ولی در پیشانتون که ما امو اسناد خود بردیم که مراحل قانونی خود تایید کنه. بعد از یک هفته در روز که ما رفتیم که اول گرفتیم،
دیگه ما را جواب شنده گفته هیچ اسناد در این مورد نه پیش ما کس آورده نه کس ما را داده نه شده. اما اسناد ما در موجه مفقود الاثر شده. آقای آرزویی همکنون در گوشه ای از شهر غزنی در یک خانه کرایی زندگی می کند و دشواری های زندگی هر روز بیشتر از روز پیش قامتش را خم می کند. از وزارت امور داخله خواست بزرگی ندارد. تنها می خواهد وظیفه در خور استعداد و تجربه نظامیش در اختیارش قرار بگیرد. با این حال وزارت داخله می گوید که ادعاهای این افسر پلیس را بررسی می کند. بانوی در پروان بدون توجه به مانع‌های سنتی فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی ساخته است. این بانو با این اقدام از یک سو هزینه تحصیل و کمک خرچی خانواده‌اش را تامین می‌کند و از سوی دیگر سهولت را برای بانوان پروان ایجاد کرده تا بدون نگرانی لوازم مورد نیازشان را تهیه کنند. و گفته این بانو در پروان بانوان هستند که به کار در جامعه علاقه‌مندند، اما نبود زمینه مناسب کاربار برای بانوان آنان را در خانه نگه داشته است. در شرایطی که نگرانی ها از ناامنی و خشونت در برابر بانوان وجود دارد، این بانو در مرکز پروان تابوشکنی کرده و فروشگاه لوازم بهداشتی و آرایشی ساخته است. شاید در حال حاضر در مرکز شهرهای بزرگ کشور کار بانوان پدیده نادری نباشد، اما اینجا در جامعه سنتی پروان سیویا تنها بانوی فروشنده در چارکار مرکز این ولایت است. میگوید در روزهای نخست کارش با چالش‌های زیادی روبرو بوده، از دید منفی مردان گرفته تا نبود بستر مناسب کاربار، اما با این همه از تلاش خسته نشده و راهش را ادامه داده است. به خاطر راحتی خانم بود که راه امی خانم وسایل اولیه خود بتانن به راحتی بخرن. این که بانوا اشتراک کنن در حساب دکانداری و در حساب بازار دکان بگیرن و حمایت شوه از طرف دولت بسیار خوب گپ است. این بانو میگوید زنان زیادی در پروان علاقه به کار در اجتماع دارند و میخواهند از نگاه اقتصادی به پای خود بیستند، اما نبود زمینه مناسب کاری برای بانوان آنان را در خانه نگه داشته است. بر ما یک بازار جداگانه بسازه که مخصوص برای خانم ما باشه، دکاندار شام خانم ما باشه، خریدار شام خانم ما باشه. ریاست امور زنان پروان برای ایجاد بازار ویژه بانوان در این ولایت تاکید دارد، خواسته که سال هاست عملی نشده است. ما یک مارکیت استاندارد به خاطر فروش محصولات زراعتی و صنایع دستی آنها نداریم که ما پیشنهادات بسیار زیاد داشتیم و تمام مؤسسات و خصوص پیشنهادی که هم مقام محترم ولایت هم ریاست امور زنان و ریاست جمهوری داشت. اما والی پروان میگوید در زمینه ایجاد بازار ویژه برای بانوان در شهر چارکار برنامه های روی دست است. ما انشالله بانوها را هم حمایت میکنیم یا مادر هستند. باید در همه کارهای اجتماعی سنت چکنی بکنیم که تا یا حضور فعالشان در همه بخش های فروش ها، رستوران ها، سایر در ادارات حکومتی باید حضور فعال خود داشته باشند و خود میبینند. گرچند در سالهای پسین حضور زنان در اجتماع و بازار افزایش یافته، اما با آن هم بانوان شاغل نسبت به مردان با مانع‌ها و چالش‌های چند برابر دست و پنجه نرم می‌کنند. وزارت امور داخله 46 تن از منصوبان پلیس را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و فساد مالی بازداشت و پرونده‌های آنان را به دادستانی نظامی فرستاده است. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که این افراد به حیف و میل اعاشه و اخاذی متهمند و در ولایت‌های کاپیسا، جوزجان، تخار، نورستان، ننگرهار، سمنگان، سرپل، لغمان، پکتیکا، پکتیا، بلخ، هلمند، پروان، غزنی، خوست، غور و فراه بازداشت شدند. شماره تلفات فرو ریختن معدن سنگ یشم در شمال میانمار به بیش از 160 کشته رسیده است. این رویداد روز گذشته در پی رانش زمین و بسته شدن ورودی معدن زیر انبوه گلولای روی داده است. بنابر اعلام مقام های این کشور، جستجو برای یافتن بازماندگان همچنان ادامه دارد. با این وجود پیش بینی می شود که بر شمار تلفات افزوده شود. این معدن در نزدیکی یک دریاچه قرار داشته و به همین دلیل شمار قابل توجهی از کارگران پس از فرو ریختن معدن در میان
انبوه از گل و لای گیر ماندند. بسیاری از قربانیان این حادثه مهاجرانند که در خیمه های کوچک در کنار معدن زندگی می کردند. این بدترین رویداد در 5 سال گذشته در این کشور به شمار می رود. ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه از سمتش کنارگیری کرد. کاخ آلیزه گفته است که ادوار فیلیپ استعفای دولت خود را امروز به رئیس جمهور فرانسه تقدیم کرده و او نیز این استعفا را پذیرفته است. تصمیم برای کنار رفتن نخست وزیر فرانسه پس از انتقادها از ناتوانی دولت این کشور برای مبارزه با بحران شیوع کرونا صورت گرفته است. آقای فیلیپ برای بیش از 3 سال در این سمت کار کرده است. نخست وزیر آلمان با هشدار از پایان نیافتن همه‌گیری ویروس کرونا در جهان اعلام کرده است که 6 ماه آینده برای اتحادیه اروپا بسیار حیاتی است. نخست وزیر آلمان میگوید اروپا با سخت‌ترین اوضاع و شرایط خود در تاریخ روبروست و کرونا همچنان رو به افزایش است. از سوی هم رهبر کره شمالی گفته است که پیو یانگ موفقانه توانسته از شیوع کرونا در این کشور جلوگیری کند. در همین حال وزارت کار آمریکا از ایجاد 4.6 میلیون شغل در ماه جولای و افت نرخ بیکاری از 13% به 11% خبر داده است. مهمترین های ورزش با همکارم ادریس فاروقی. یک دور کارگاه آموزشی در بخش رسانه ها و نیز توسعه برای مبارزه با ویروس کرونا برای ملی پوشان کرکت کشور در کابل برگزار شد. این کارگاه و منظور آشنایی بازیکنان کرکت با رسانه های تصویری و اجتماعی از سوی بخش مطبوعات این بورد برای انداخته شده و فردا نیز ادامه خواهد یافت. هفته 33 رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا شب گذشته با برگزاری 3 دیدار پیگیری شد. در مهمترین دیدار رئال مادرید میزبان خطافه بود که با تک گل راموس از روی نقطه پنالتی به سود کهکشانی‌ها به پایان رسید. با این پیروزی رئال 74 امتیازی شد و با 4 امتیاز اختلاف با بارسلونا در صدر جدول این رقابت‌ها قرار دارد. در 2 دیدار دیگر شب گذشته اوساسونا با 2 گل ایبار را شکست داد و رئال سوسیداد با حساب 2-1 از صد اسپانیول گذشت. انتقال اشرف حکیمی مدافع راست مراکشی از رئال مادرید به انتر رسمی شد. با نقل از پایگاه خبری رئال مادرید، اشرف حکیمی 21 ساله که 2 فصل گذشته را به صورت قرضی در دورتموند بازی کرد، رسماً به انتر پیوست. هزینه انتقال اشرف حکیمی به انتر 40 میلیون یورو به علاوه 5 میلیون یورو پاداش است. حکیمی که روز گذشته در تست پزشکی انتر شرکت کرد، قرارداد 5 ساله خود با سیاه و آبی ها را به امضا رسانده است. بیننده های عزیز، از توجه و همراهی تان به این مجموعه خبری از یک جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.